فیلم پری خوشگله با بازی منوچهر وثوق و شهناز تهرانی محصول سال 1353. پری با بازی شهناز تهرانی بعد از مرگ پدرش مسئولیت نگهداری خانواده‌اش رو بر عهده داره. پری قصد داره که خواهر کوچکترش رو که مجبوره تو شرایط بدی در کافه کار کنه نجات بده. پری از شیراز به اصفهان میره و سر راه جوان ثروتمندی با بازی منوچهر وثوق قرار میگیره. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. در هر حال من شما رو با اون تنها میذارم تا با عروستون یک کمی صحبت بکنین و با هم بیشتر آشنا بشین. باشه، برو پسرم. اجازه بکش، معلوم برمیاد. بفرمایین بشینین. بشینین. خب تو میخوای زن پسر من بشی ها؟ خانوم من پرویزو خیلی دوست دارم. تو هیچ فکر کردی که با این عمل چه صدمه‌ای به روحیه و شخصیت اون میزنی؟ ولی من فکر نمی کنم از من عمل بدی سر زده باشه. نه، منظورم اینه که ازدواج تو با پرویز به هیچ وجه به صلاح پسرم نیست. یعنی میفرمایی من لیاقت همسری پسر شما رو ندارم؟ نه، اینو نمیخوام بگم دختر جون. میدونی جونم، طبق وصیت پدر پرویز اگر غیر از دخترموش با کس دیگه ای عروسی کنه از ثروت پدرش محروم میشه و اون نمیتونه با تو با فقر و گدایی زندگی کنه. به خاطر پرویز این توهین شما رو تحمل میکنم، ولی خانم من دلم نمیخواد پرویز با فقر و بیچارگی زندگی کنه. باور کنین انقدر اونو دوست دارم که حتی یه لحظه نمیتونم ناراحتی اونو ببینم. آفرین دخترم، باور کن من پسرمو خوب میشناسم. پرویز من به یک زندگی مجلل و مرفه عادت کردیم. اون یک دقیقه نمیتونه با فقر و فلاکت با تو زندگی کنه. اگه اونو دوست داری از اون بگذر. این بزرگترین فداکاریه که در حق اون میکنی. عاشق پرویزم، چطور میتونم ازش بگذرم؟ برای این که عشق تو به اون ثابت کنی بذار پسرم تو ناز و نعمت زندگی کنه و مطابق وصیت پدرش با دخترموش عروسی کنه. نه، دخترموش دختر بسیار کثیفی، اون اصلا لایق پرویز. فیلم زیر بازارچه با بازی پوریه بنایی و منوچهر وثوق محصول سال 1350. دو خواهر قهوه خونه ای رو اداره می کنن تا اینکه جوونی وارد زندگیشون میشه. خواهر بزرگتر به جوون علاقمند میشه و رابطه عاشقانه ای اتفاق میفته. مرد به سفر میره تا عروسی با دختر مورد علاقش رو تدارک ببینه، اما وقتی که برمیگرده دختر رو پیدا نمیکنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ترسه امروز این غزال وحشی تو چنگ من دست و پا میزنه. زود باشین را بیفتین، باز بریم پیش علی آقا. چی شده مگه؟ والا چی بگم، البته ناراحت نشین، چیز مهمی نیست. چی شده؟ برای علی اتفاقی افتاده؟ چی بگم، وقتی بیاین همه چی رو میبینین. زود باشین تا دیر نشده، باز بریم. خودت بهم کمک کن. چی شد؟ من که دارم دیوونه میشم، تو رو خدا یه چیزی بگی. من از نهرم چیزی بگی. علی آقا خودشون واسه تو میگم. گلی؟ سلام گلی خانم اینجا؟ گلی خانم؟ آخ ماما اینجا خندیده. برای چی میخندی؟ آخی شما خودتون بهتر میدونید. چی رو میدونن؟ که با اکبر آقا رفته گدر. درست حرف بزن احمق. اصلا به من چه مربوطه؟ نه یه دقیقه صبر کن، صبر کن. بیا حالا بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که نیفتاده. گلی خانوم به اکبر آقا گفت من گلم خیلی گرفته، یکی با ماشینت منو ببر بیرون بگردون. بله، اکبر آقا بردش باغ نیاورون که دلش باز بشه.
زهر خانم کجاست؟ شب رفتی خیابون هنوز بر نگشته. اونا حلال زادهش اومدش. خودشی نگاه کن. سلام علی آقا. چه عجب؟ بفرمایید. خیلی متشکرم. ببینم شما این جریانو میدونی؟ کدوم جریان؟ که اکبر گلی رفتن باغ نیاورون. نه من نمیدونم. کی به شما؟ من بهش گفتم. من خودم با گوشای خودم شنیدم که گلی خانم به اکبر آقا گفت منو ببر گردش. توف لجنه کسافت. حیف شما نیست که میخوان یه همچین زنیو بگیری؟ شما فیلم کمدی شیر تو شیر با بازی فخری خردوش و پرویز کاردان محصول سال 1351. داستان راجع به کبرا با بازی فخری خروشه که بعد از دو بار ازدواج ناکام به خونه برادرش برمیگرده. کبرا به عقد رجب علی با بازی پرویز کاردان در میاد. تو همون شب اول ازدواجم رجب علی رو از خونه بیرون میکنه و رجب علی هم به یه شهر دیگه فرار میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نه بابا، بیچاره زنش مرده، بچه‌هاش هم گذاشتن و رفتن بی پدر. بیچاره اگه تو هم به دادش نمیرسیدی معلوم نبود تکلیف این بدبخت چی میشد. میگم چطوره بریم دیدنش. نه نمیخوام نمیخوام. چرا؟ گناه داره. تو خودت گفتی کسی رو نداره. نه بیچاره مزلقانی مرد داره. نمیخواستم سر قضا بهت بگم. صبحم که دیر اومدم رفته بودم امامزاد عبدالله، دفن و دفنش کردیم و برگشتی. بیچاره آخه اگه بدونی چی به چرا همچی میکنی؟ مثل اینکه یه چیزی رفته توی تنم. توی تنم نه، توی تنبونم. شلوار تنبون چیه؟ پدرم در اومد. وای چرا شلواره که در میاری؟ آخه داره میزنه. خجالت بگی که توش بچه نخ نشو. یه چیزی برامون تو وول میخوره. دیدم آخه می میزنه. بلا همینی دیدم بی اینجا ده درار این وامونده هارم درار. حالا باده باره بگی بخوام. آره تا صبح گرفتار اون مرحوم بودم. دارم از بیخوابی میمیرم. فیلم زرخرید با بازی منوچهر وسوق و منوچهر والیزاده محصول سال 1357. بهزاد هفت‌جون با گروه کریم همکاری میکنه که کارشون توزیع مواد مخدر بین جووناست. گروه رقیب کریم به سرپرستی جلال با بهزاد تماس میگیره و از اون میخواد که کریم و افرادش رو به پلیس لو بده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بس با این حساب باید مرهش باشه. آره من فکر میکنم دیگه آماده باشه. باور کن خیلی زحمت کشته. بله خب از فردا بندازش رو کار، ولی خیلی باید احتیاط کنیم. نباید از جیک و بوک ما سر در بیاره. حالیمه بابا، اما تفرنگ خیلی سالم. احساسات بزرگترین دشمن بشره. سعی کن خودتو کنترل کنیم. و یادت نره دختره رو واسه چی میخوای؟ نه منظورم احساس نبود، گفتم دختر چش گوش بسته ایه، به دردمون میخوره. این شد یه حرفی، ولی قبلنم بیارش من یه چند دقیقه ببینمش و باهاش حرف بزنم. ببینینش؟ آره چطور مگه؟ هیچی، منظور بدی که نداره، یعنی واسه شما زن و دختر فراونه. مگه نه؟ تو هم منظوره بین نیست که عاشقش شده، درسته؟ اون که مرد، همینجوری زری زدی. رو پیشونی داینده درخشانی نبینم. ببینم، امروز زدی؟ زور زدم با عزتم. بیا، اینم داشته باش. قربون دستتون، شما ما رو خیلی خجالت میدید. Yeah!
چی میخوای؟ تو رو، همونی که دیگرون قبل از ما نوبر کردن. خجالت بکش. چرا خجالت بکشم؟ مگه اون بابا خجالت کشید؟ برو بیرون، بله جیغ میکشم. جیغ میکشی که دوست پسرت بیاد به کمکت؟ آره دوست پسری در کار نیست. پس اونی که هر شب میرسوندت خواجه حرمسراست؟ اونی که یه کره تو شکمت کشته؟ فیلم شب آفتابی که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که نصرت بعد از آزادی از زندان با دوستش قوام قرار میذاره تا قوام کسی که به نامزد نصرت حد که حرمت کرده رو به قتل برسونه. نصرت هم در عوض عموی قوام رو که ثروت پدرش رو بالا کشیده و قصد داره با مادرش ازدواج کنه بکشه. بخشایی از فیلم شب آفتابی رو با هم تماشا میکنیم. پرسیدم لیلا حالش چطوره؟ چی بگم مادر؟ امشب عقدش میکنه. امشب عقدش میکنه. نصرت برگشته، بچه ها امروز غروبی تو محل دیدنش، الان هم میگفتن داره میاد این حیات. با بچه ها بری سر کوچه جلوشو بگیری، زیاد سر و صدا نکنی، فقط نذاریم خوش به اینجا برسه. چشم قربان، با عجزه. دختر خودم میدونستم، مثل شهد و بیشتر از هر کسی تو دنیا دوست دارم دختر. ولی قسمت ما این